نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 21 ذیحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفاوت مفهوم اتمام و اکمال فرمودند: بین مفهوم اتمام و اکمال تفاوت وجود دارد و از تعبیر اتمام در زمانی استفاده می شود که آن مسئله قبلا ناقص بوده و اما با اقدامی جدید نقص آن مسئله برطرف شده و به اتمام می رسد، اما در عین حال ممکن است این مسئله در عین آن که به اتمام رسیده اما کامل نباشد. معظم الله در رابطه با مفهوم اکمال فرمودند: از تعبیر اکمال در زمانی استفاده می شود که هیچ چیزی در آن مسئله باقی نمانده باشد و این مفهوم به قرینه مناسبت حکم و موضوع ظهور یافته است. ایشان در ادامه فرمودند: مثلا در مسئله تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه دین کامل نشده بود، اما با ولایت امیرالمومنین دین کامل شد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. مثل دینی که با توحید باشه بی نبوت، این کامل نیست. با توحید و نبوت بی امامت اونم کامل نیست. بله. همین خوبه، خوبه، اشکال نداره. ببخشید. همین عرض کردم. ظاهر اتممتو ولو به قرینه مناسبت حکم موضوع همینه که عرض کردم. ها نه اتم الحج و العمره مثل نماز و روزه و اینا میمونه، یعنی مثل نماز و روزه و اینا نیست. اگر کسی حج نماز مستحب شروع کرد واجب تمومش کنه؟ نه. اما اگر کسی نماز روزه مستحب شروع کرد واجب تموم کنه تا مغرب؟ نه، واجب را باید تموم کنه. اما حج و عمره اگر مستحب بود هم با شروع اتمامش واجب میشه. بله بله، این که شما فرمودید همین فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه تو ذهنم اینه، تو نهج البلاغه هم هست. اولین سخنرانی که کردن بعد از که مردم بعد 25 سال باشون بیعت کردن، تو اولین سخنرانی فرمودن که حالا این عبارت حضرت نیم مضمونشه، فرمودن همین جوری که خدا توحید بی نبوت رو قبول نمی کنه، توحید و نبوت و بی امامت قبول نمی کنه اصلا. یعنی توحید و نبوت اگه کسی بگه خدا من تو رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، اما امیرالمومنین قبول ندارم، خدا میگه نه من این توحید رو میخوام نه این نبوت،